در آمریکا جامعه پزشکی برای پیدا کردن دلیل یا دلایل افزایشی غیر منتظره در شمار موارد ابتلای کودکان به ویروس کرونا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند. بیشتر آلودگی‌های جدید در ایالت‌های جنوبی و غربی مشاهده شده و در مجموع 49 ایالت را در بر می‌گیرند. پزشکان این افزایش را به بیرون آمدن مردم از خانه ها نسبت دادند و میگویند در ماهای مارس و آوریل که خانواده ها و فرزندانشان در خانه بودند، احتمال سرایت ویروس نیز کمتر بود. نامی بارداچ، متخصص اطفال از بیمارستان UFSF بنیوف، در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفت کودکان از سرایت به ویروس کرونا در امان نیستند، اما هنگامی که کودکان و نوجوانان به کووید 19 مبتلا می‌شوند، علائم آنها نسبت به بزرگسالان خفیف‌تر است. بیشترین موارد جدید ابتلا در میان کودکان ساکن ایالت‌های دیده شده است که با موج دوم کرونا مقابله می‌کنند. در اروپا نیز جامعه پزشکی به نتایجی کم و بیش مشابه اوضاع در آمریکا رسیدند.